خب این ویدیو رو با هم ببینیم، خیلی جالب. دلار به مخالفان میانه رو در سوریه کمک کنند. 500 میلیون دلار آمریکا، ببین این آقایی که آقای سلطان پوره گوش کن. جمهوری آمریکا میخواهد 500 میلیون دلار به مخالفان میانه رو در سوریه کمک کنند. بعضی نمایندگان کنگره مدت هاست که باراک اوباما را به کمکاری در سوریه داشته باش. آمریکا در آن سوی اقیانوس اطلس خب. میگوید اسرائیل امنیتش برای من مهمه، جز حلقه های پیرامونی متحد منه. خب این کار چه اشکال داره امید دانا؟ بر اساس منطق خودت که گفتی این کارشون درسته. نه اینا حرفش همینه، داره میگه که اونا میکنن پس چرا ما نکنیم. اتفاقا اینم داره میگه، همونو داره میگه دقیقا. خب این میشه بعد بعدش اگه کاری که آمریکا پول خرج می‌کنه شما خرج کنید. آمریکا الان همین هفته پیش 900 میلیارد دلار تصویب کرد استیمولس پکیج، پکیج محرک اقتصادی، به مردم پول داد، به مردم خودش. شما چرا از این کار نمی‌کنید؟ فقط اونجایی که به گروه و اینا کمک می‌کنه من نمی‌دونم چرا جمهوری اسلامی مثلا نگاه می‌کنه ببینه آمریکا کجا مثلا به کی کمک کرده، اینا بره کمک کنه. چرا به مردم خودش مثلا اینقدر پول میده؟ الان 600 دلار داده نفری، 7-8 ماه پیش 1200 دلار نفری داده بود. اینا هم از این کارو بکنن، بگن مثلا اون 1200 دلار میده ما 120 دلار میدیم، چرا از این کارو نمیکنن؟ این مغلطش چیزه بهش میگن وار بعدزم، نمیدونم به این به فارسی چی میشه. تو هم مغلطه، تو هم، تو همی، تو هم یه همچه اسم داره. بذارم کسی توی لایف چت به ما نمیگه این مغلطه اسمش تو همه دیگه. آخر خب این میگه که تو این کار کردی پس منم میتونم این کار کنم، یه مقلطه هست. آره میگه تو هم این کار کردی. این چه جالبه آرمین، با این حرفاتو خیانت کار شناخته میشی. خب بشن چی کنم؟ جوتین هم میشید. آره توی اقیانوس اطلس حداقل چند هزار کیلومتر فاصله داره. ما همسایه های پیرامونیمون، حلقه های پیرامونیمون که مثل سوریه و لبنانه که فقط مثلا تا مرز اینا مثلا ما چند صد کیلومتر یا نهایتا 1000 الی 1500 کیلومتر با اینا فاصله داریم، ما نباید خرج بکنیم که امنیتمون رو حفظ کنیم؟ شوخی میکنید؟ شما امنیت خودتون خرج کنید، شما دارین بد مردم کشورهای مثل فلسطین رو دارین بدبخت میکنید برای اینکه جنگشون به نفع شماست. هیچ ربطی با ببین این واقعا هیچ ربطی نداره، چون که شما هر چی که بیشتر توی فلسطین و توی یمن و توی سوریه و توی عراق جنگ بشه به نفع جمهوری اسلامیه. هر موقع بخواد صلح بشه شما باید یه کسی بیاد یه پولی بفرستید به یه جا، یه کسی یه کسی رو بزنه که این جنگ ها ادامه پیدا کنه. کارتون همینه، هیچ ربطی با دفاع از مردم ایران نداره. ولی واقعا کسی چیزی نمیگفت مثلا برای جنگ ایران و عراق خرج میکردن، مثلا کسی میگفت آقا شما چرا برای امنیت خرج میکنید مثلا برای فلان چیز خرج نمیکنید؟ نه، یا مثلا حتی همین جنگ با داعش که میکردن خیلی حمایت کردن، درسته؟ البته اصلا از خدا شما که داعش چیزه، یعنی اینا واقعا خیلی جمهوری اسلامی خیلی از اینکه داعش چیزی گنده شد استفاده کرد، یعنی اینا واقعا علاقه داشتن که داعش بیشتر بمونه، برای اینکه بهونه بود برایشون که همینجوری هی دخالت کنن تو کشورهای دیگه. و چقدر هم به خاطر داعش به بهونه داعش کشی چقدر مردم سنی بیگناه بعد کشتن اینا این برام بر اونا که میگن. ولی با داعش هم انصافا مبارزه کردن دیگه. آره اینا قبول دارن. اینا کسایی که خیلی مثلا کسایی که مثلا علیه جمهوری اسلامی هستن، انقدر علیه جمهوری اسلامی هستن که اصلا نمیخوان هیچی رو قبول بکنن که جمهوری اسلامی مثلا یه کاری کرده که مثلا به نفع مثلا، یعنی اینا تا مثلا بگیم که آها مثلا جمهوری اسلامی مثلا داعش اونجا شکست داد، اینا انقدر داگماتیک هستن که نه امکان نداره اصلا داعش خود جمهوری داعش جمهوری اسلامی درست کرده. اینا این همشون همین حرف میزنن. ببین مثلا کسایی مثلا امید دانا مثلا میگن داعش مثلا نقشه آمریکا بوده یا داعش مثلا نقشه این صهیونیستا بوده. خب مثلا خیلی مسلمان کتابش گفته ما داعش رو درست کردیم. چی؟ یه شایعه تو ایران به وجود اومده خیلی هم جا افتاده که میگن کلینتون توی هیلری کلینتون توی کتابش گفته که
ما داعش رو درست کردیم. چقدر احمق باید باشه که بیاد به راحت اینو بگه. خیلی خیلی دیوونن. ببین هم اینوریا دیوونن هم اونوریا دیوونن. دیگه من نمیدونم چیکار کنم. هم اینا اینقدر احمقن که فکر میکنم مثلا آمریکا از عمد، مثلا از غیر عمد، البته درست ها، از غیر عمد داعش رو درست کرد. ولی میگن ها بالاخره مثلا این بغدادی و اینا توی زندان خود آمریکا به وجود اومد دیگه، یعنی به طور غیر مستقیم. خب خود داعش هم از القاعده اومد. القاعده هم بالاخره کی بود؟ اسمش شایم است. ها؟ نه رئیس جمهور آمریکا اون موقع کی بود؟ ریگن. آره ریگن بود که اومد این مجاهدین و اینا رو پول داد و به القاعده هم اون موقع علیه شوروی سابق پول داد و اینا رو گنده کرد. خب البته ولی این دیگه خیلی اون موقع باید برگردیم به امپراتوری روم که باعث شد مثلا آره نه من میگم نه ولی اینا تئوری توتهشون این نیست که مثلا به طور غیر عمدی اینا رو به وجود آوردن. به طور تئوریشون اینه که اینا رو از عمد مثلا اینا مثلا داعش به وجود آوردن که خیلی مسخره است. خب ولی خب همونجوری که ما آدمای حرف آوردن که حرفی آخه الان حرف همین حرف که تو میزنی و پس فردا برمی دارن کلیپ میکنن که بیا آرمین نفاقی اعتراف کرد که مثلا آمریکا داشت. آره. نه آره نه نه اتفاقی که افتاد اینه که آمریکا وقتی تو سال 2009 عراق رو خالی کرد، ارتش شاه آورد بیرون، یه خلای ایجاد شد، یه خلای قدرت ایجاد شد و داعش هم از این سو استفاده کرد و تونست قدرتش رو زیاد کنه. تو سال مثلا 2014 فکر میکنم اومد دقیقاً دقیقاً من میگم به طور غیر عمد باعثش ممکنه شده باشه، نه ولی از عمد. خب ولی من میگم همون جوری که یه حرفای احمقانه ای مثل از این آدمای مثل امید دانه داریم که مثلا میگن اینا از عمد مثلا داعش به وجود آورده، مثلا اسرائیل اینا به وجود آورده، ما هم طرفا خودمون داریم دیگه. خیلی از براندازای طرف ما از خیلی نه بعضیشون مثلا میان میگن که نه جمهوری اسلامی داعش به وجود آورده، که اینم خیلی مسخره است. البته مثلا داعش خیلی به این ببین اینا فکر میکنن داعش واقعا به نفع جمهوری اسلامی شد، بهونه داد به جمهوری اسلامی که بیاد تو خاورمیانه. خب ولی چون به نفع شده که معنیش این نیست که اونا به وجودش اومده. اینا فکر میکنن هر چیزی که حتما به نفع شده حتما معنیش اینه که تو حتما تو باعثش شدی. خب آره همین قضیه تو خیلی از تئوری های توته دیگه هم تکرار میشه. مثلا تو تاریخ ایران خیلی مثلا رضا شاه میگن اومده مثلا راه آهن ساخته، بعد میگن نه این راه آهن به دستور انگلیسی ها ساخته. چرا؟ چون مثلا 15 سال بعد تو جنگ جهانی دوم اینا ازش استفاده کردن برای اینکه به روسیه کمک کنن. یا مثلا خیلی اصلا حرفای عجیب غریب که بعدها مثلا یه چیزی اتفاقی افتاده، این دلیل میشه که بخوای بگی که این اتفاق مثلا از اول برنامه‌ریزی شده. آره کسایی که اصلا توهم تئوری مثلا این توتا اینا دارن فهم کردن که هیچ چیزی همه چی برنامه ریزی شده است، هیچ اتفاقی نمیفته که برنامه ریزی نشده باشه از قبل. خب اینو ما ادامه بدیم. رقم‌ها رو گوش کنید، چه رقم‌های کمترین پول خورده 500 میلیون داد. خب پول بیشتر دارن، پول خیلی بیشتر دارن، این در از درصدی خیلی فرق نداره با جمهوری اسلامی. آره قاسم سلیمانی چقدر داده؟ 22 میلیون دلار. دقت کنید ما با چه خب خیلی به این چه مقایسه احمقانه میکنه. این نتفلیکس آمریکا از بودجه نظامی ایران بیشتر. نه ولی ببین اصلا حتی مقایسهش هم چقدر احمقانه است. داره یک اتفاق قاسم سلیمانی رو مقایسه میکنه مثلا با تمام بودجه های بزرگترین نقشه های آمریکا. خب بودجه های نقشه های مثلا چندین ساله شد. خب یک اتفاقی که این نمیاد همه مثلا همه پولایی رو که مثلا سپاه قدس خرج کرده رو مقایسه کنه با همه پولایی رو که مثلا سیاه خرج کرده، یا همه پولایی رو که مثلا سپاه و ارتش خرج کردن رو مقایسه کنه با آمریکا. و اگرم مقایسه کنه آیا میاد مقایسه کنه که چه درصد بودجه کشوره، یا یعنی اینکه فقط همینجوری عددا رو میذاره کنار هم دیگه؟ برای میاد یه دونه مثال یک کار قاسم سلیمانی رو مقایسه میکنه با یکی چند تین دارد بزرگترین پروژکت های یک کشوری مثل آمریکا. خب که اصلا این چه مقایسه مسخره‌ایه؟ تو همه پروژکت های قدس رو میای مقایسه کنی با همه پروژکت های CIA و آیا میای اجاستش بکنی که بر اساس درصد
بودجه تمام کشور حسابش کنی یا در تمام جی دی پی کشور، نه. خب اینجوری بخوایم مقایسه کنیم، منم میتونم بیام یک مثلا یک پولی که مثلا آمریکا داده به یک گروه تو سوریه رو بیام مثلا مقایسه بکنم با تمام بودجه ارتش و سپاه با هم. خب اینجوری اون وقت با نشون میدم که مثلا جمهوری اسلامی بیشتر خرج کرد. رقمی تونستیم بازدارندگی ایجاد کنیم و موفقیت های منطقه‌ای داشته باشیم که اینا دارن جلیز ویلیز میزنن؟ کیا دارن جلیز ویلیز میزنن؟ فعلا جمهوری اسلامی داره جلیز ویلیز میزنه. به این میگن اسکولیسم سیاسی که خانم علی نژادها اینا در حوزه جنگ روانی اونم به اینا انقدر جلیز ویلیز میزنن که اصلا قاسم سلیمانی رو هیچ انتقام نتونستن بگیرن. اومدن یه جا رو بمبارون کردن، زنگ زدن به آمریکایی گفتن تو رو خدا بیا تمام سربازاتون رو بردارین که ما هیچ کدوم از اینا رو از این سربازاتون رو اشتباهی نکشیم که شما نیاین پدر ما رو در بیارین. یکی این قاسم سلیمانی رو یک سال گذشته اینا هیچ غلطی نکردن، بعدم که اومدن فخری‌زاده رو حتی تو خود مرز ایران هم کشتن، اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. یعنی انقدر اینا بیارزن و انقدر ضعیفن، بعدم انقدر این آبروریزی بود که که انتقام نتونسته بگیرن برای قاسم سلیمانی که یک کسی مثل امید دونا باید بیاد بگه که نه چه میدونم عین چی میگم گفت چی جسد میگفت نه کلی آمریکایی کشتن اینا رو مخفی کردن برای که اینا واقعا میدونستن که چقدر آبروریزیه که یک کسی به بزرگترین مقام قدرت توی قدرتمندترین آدم توی ایران و بعد از خامنه ای رو آمریکا اومد راحت زد، شما تمام جمهوری اسلامی هیچ غلطی نتونست بکنه. انقدر این آبروریزی بود که این امید دانا باید میومد میگفت که نه ما زدیم آمریکایی کلی کشتیم اینا دارن مخفی میکنن. آره جون خودت یه برنامه از آمریکا اومد بیرون که یکی از این سربازا سرشون داشت درد میگرفت، مشکل سردرد داشت اینا. اینا اصلا از خوشحالی نشه چیز بود دیگه، اینا PTSD بود فکر کنم، PTSD بود اینا. آره میگفتن که اینو مخفی دارن میکنن، نگاه کن PTSD گرفتن، پس منش اینه که کلیش دادن کشتن. آها عین الاسد بود که این امید دانم بهش میگه عین الجسد، یعنی میگه آره ما کل آمریکا، یه دونه آمریکایی هم شما نکشید، یه دونه بزرگترین مقام ارتشی کشورتون رو زدن، شما حتی یک سرباز کوچیکشون رو نزدین، ولی کلی کانادایی کشتن به جاش. کجا کانادایی کشتن؟ نه مردم، آها مردم خودش. آره یا آره انتقامتون این بود که مردم زدین هواپیما خودتون رو زدین، مردم ایرانی کشتین، انتقامتون این بود. انتقام انتقام میخوام بگیرین، اینقدر انتقام بگیرین همینجوری مردم خودتون اصلا ممکنش دارن دامن میزنن به خاطر مردم ایران. تو رو خدا انقدر انتقام نگیرین، بنزی کافی ایرانی کشین، رفتین این همه تو آبان ماه این همه آدم کشین، این انتقاماتون همینه. انتقام نمیتونین، زور ندارین انتقام علیه دولت آمریکا بگیرین، انتقام ها روی خود مردم خودتون میگیرین. اصلی برای آمریکا ارتش ما و شخص من است. رفتن ها انتقام همین فخری زاده هم همین بود دیگه، روح الله زمو رفتن کشتن. هی عقده بود با 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 یه کاری هیچ کاری نمیتونستن بکنن، تنها کاری که بگن تونستن بکنن برن رفتن یه زورش میرسه به یه زندانی جورنالیست که تو زندان خودشون بود.